اما نبرد برای آزادسازی موصل از یکی از محورهای اصلی گفتگوهای آمریکا و کویت است. گفتگوهای استراتژیک میان دو کشور امروز با شرکت وزرای خارجه آمریکا و کویت و هیئت‌های همراه در واشنگتن در حال برگزاری است. پیش از شروع نشست، وزرای خارجه دو کشور از همکاری‌ها در زمینه‌های نظامی، امنیتی، مبارزه با داعش و اقدامات جهت خونسا کردن افراط‌گرایی خشونت‌بار نام بردند. گفتگوها در وزارت خارجه آمریکا برگزار می شود. ما هم برای جزئیات بیشتر به وزارت خارجه میریم. همکارمون گیتا آریان با ماست. گیتا، خیلی زیاد می شنویم آمریکا با این کشور یا اون کشور گفتگوهای استراتژیک انجام میده. این دقیقاً به چه معناست؟ گفتگوهای استراتژیک به معنای آینده نگری هست، برنامه ریزی برای آینده نگری. تصمیم پرزیدنت اوباما و امیر کویت بوده که این دو کشور هم برای 25 سال آینده برنامه ریزی داشته باشن، همکاری هاشون رو مدون کنن در واقع، و این اولین بار هست که این گفتگو انجام میشه. دیدیم با کشورهای دیگه که حداقل سال یک بار این گفتگوها صورت میگیره، و همونطور که گفتی در زمینه سیاسی، نظامی و امنیتی هست. آخرین باری که وزیر خارجه کویت در آمریکا بود بهار سال گذشته بود، در میان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اینجا بودن. بعد از اینکه اون توافق اولیه با ایران شد در رابطه با برنامه اتمیش آمده بودن اینجا در کمپ دیوید. به هر حال اما با این وجود آقای کری با همتای کویتی خودش در جاهای مختلف خب به عناوین در محافل مختلف میبینن همدیگر رو، صحبت ها رو میکنن، اما این دیگه رسمیت میبخشه به نزدیک شدن بیشتر این دو کشور. آمریکا و کویت بار اول نیستش که با هم همکاری میکنن زمین در، و الان در قرار هست که در حاشیه این گفتگوهای استراتژیک در رابطه با این آزادسازی موصل، جنگ یمن، مبارزه با داعش و همینطور سوریه و حتی صلح خاورمیانه گفتگو بشه. علی، گفتگوهایی که جریان داره همش جنبه سیاسی داره یا جوانب دیگری هم داره؟ گفتگوی استراتژیک شامل مسائل فرهنگی هم میشه، تبادل دانشجو، و از طرف دیگه مسائل اقتصادی خیلی مهم هست اینجا بین دو کشورها، و مسئله سرمایه گذاری در کشور دیگه و همینطور بازرگانی میان دو کشورها. کویت در بین کشورهای عرب سومین کشور سرمایه گذار در آمریکا هست. علی، بسیار خوب، سپاسگزارم. گیتا آریان، مستقیم از وزارت خارجه آمریکا.